به نام خدا، عرض و سلام و وقت بخیر خدمت محصلین عزیز. امیدوارم که صحتمند باشین. در جلسه هفتم از تدریس مضمون حقوق تجارت بین الملل به خدمت شما هستم. در جلسه پیشتر وارد بحث روش های پرداخت بین المللی شدیم و توضیحاتی در مورد از او گفتیم. روش های پرداخت بین المللی در حقیقت ابزارها و مکانیزم هایی هستند که از طریق از او خریدار بهای کالا یا خدمات موضوع معامله به فروشنده یا کسی که عرضه کننده خدمات هست پرداخت میکنه. در این جلسه سه تا از این روش ها رو برای شما بیان میکنیم که شامل پرداخت بعدی و پرداخت قبلی و در حقیقت روش وصولی یا برات اسنادی میشه. پرداخت بعدی یا اوپن اکانت هم برای گفته میشه، یکی از روش هایی که در تجارت بین الملل استفاده میشه. در این روش اول فروشنده کالا رو تهیه میکنه، بسته‌بندی میکنه و یا اینکه خدماتی که مد نظر خریدار هست رو ارائه میده و بعد از اینکه اسناد مربوطه در ارتباط با تهیه کالا و یا در حقیقت ارائه خدمات وجود داره رو برای خریدار ارسال میکنه و خریدار بعد از او بهای قرارداد رو پرداخت میکنه. معمولا زمان پرداخت مبلغ قرارداد در قرارداد مشخص میشه که 30 تا 180 روز از زمان ارسال کالا و یا انجام خدمات. این روش در تجارت بین الملل خیلی معمول نیه، هرچند که در تجارت داخلی ممکن مورد استفاده قرار بگیره، اما در تجارت بین الملل از اونجایی که برای فروشنده خطرهای زیادی رو در بر داره معمولا زیاد استفاده نمی کنن، مگر در شرایط و در اوضاع احوال خاص، چرا که خطرات از این جهت که ممکنه فروشنده خدمات رو ارائه بده و یا اینکه کالایی که مد نظر خریدار هست رو ارسال بکنه اما خریدار مبلغ و بهای قرارداد رو ارائه نده. در این صورت خب فروشنده مجبور میشه که اقامه دعوا بکنه یا به مراجع جایگزین حل اختلاف مثل بحث داوری یا مسائلی از این دست رجوع بکنه که خود از او یک پروسیجر طولانیه و خود شما میفهمین که در بحث تجارت ممکنه که متضرر بشه، شرکتی که ارائه کننده خدمات بوده یا شرکتی که در حقیقت کالا رو ارسال کرده، بنابراین خطرات زیادی رو برای فروشنده داره و یا حتی ممکنه که رأی به نفع فروشنده هم صادر بشه اما که خریدار به ورشکستگی خود رو استناد بکنه و خب مسائلی از این دست برای فروشنده به وجود میاد. بنابراین گفتیم که روش پرداخت بعدی ممکنه که در بعضی شرایط خاص استفاده بشه. یکی از این جاها زمانیه که بین طرفین قرارداد روابط مستمر و باثباتی وجود داشته باشه. با عنوان مثال فرض میکنین دو شرکت سالهای سالی که با همدیگه قرارداد دارن و در حقیقت مشکلی هم بین اونها وجود نداشته و در یک حالت باثباتی هستن هر دو. به علت وجود اعتماد و اطمینانی که بین دو شرکت هست ممکنه که از این روش جهت در حقیقت پرداخت استفاده بکنه. دومین جایی که این روش ممکنه استفاده بشه در روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های وابسته. همونطور که میدونین امروزه بسیاری از شرکت‌های تجاری یک سری مجموعه از شرکت‌های به هم وابسته هستند که از لحاظ خرج و دخل جدایند و شخصیت‌های حقوقی مستقل دارند اما بعضی از روابط با هم دیگه دارند. معمولاً روش پرداخت بعدی در یک همچین شرکت‌هایی و در یک همچین مجموعه از شرکت‌ها وجود داره که اصولاً مبتنی بر اعتماد متقابل بین طرفین است. بنابراین میتونیم بگیم که روش پرداخت بعدی به صورت کل میتونه در روابطی مورد استفاده قرار بگیره که نوعی اعتماد بین طرفین وجود داشته باشه.
بنابراین اگه شما به عنوان وکیل یک شرکت تجاری هستین و خریدار یک جنس و کالایی، نباید انتظار داشته باشین که شرکتی که فروشنده هست بتونه روش پرداخت بعدی رو مورد قبول واقع بشه بره، چرا که مخاطرات زیاد از او داره. وقتی که روابط به یک حدی از ثبات و استمرار برسه، معمولا از این روش پرداخت استفاده میشه. و زمانی هم که گفته میشه که موعد پرداخت فرا برسه، خریدار ممکن از طریق چک یا حواله بانکی یا هر طریق دیگه در حقیقت مبلغی که مد نظر فروشنده هست رو به او پرداخت بکنه. نوع دیگه از روش پرداخت، روش پرداخت قبلیه. در این روش میتونیم بگیم که برعکس روش پرداخت قبلی هست. ابتدا خریدار بهای کالا یا خدمات مورد نظر رو نقدن پرداخت میکنه و بعد از اون که اطمینان حاصل کرد، فروشنده اطمینان حاصل کرد که بهای کالا یا خدمات پرداخت شده، کالا رو ارسال میکنه یا خدمات رو انجام میده. البته این مسئله رو باید بین از این مسئله و با پیش پرداخت تفکیک قائل بشیم. در پیش پرداخت معمولا یک بخشی از ثمن معامله که حدوداً 5 تا 20 درصد باشه یا بیشتر یا کمتر رو توسط خریدار پرداخت میشه. بعد از او در حقیقت که کالا ارائه شد یا اینکه خدمات انجام شد، خریدار مابقی مبلغ رو پرداخت میکنه. در روش پیش پرداخت معمولا در ازای اخذ ضمانتنامه های بانکی انجام میشه و ابزاری هست تا فروشنده بتونه برای ساخت و تهیه کالا یک نقدینگی ابتدایی داشته باشه، یعنی که فروشنده یک مقدار پول به دست از او باشه تا بتونه او کالا رو تهیه بکنه، چرا که میفهمین تهیه کالا یک سری مواد اولیه لازم داره، کالا رو تهیه بکنه یا یعنی اینکه خدمات رو ارائه بده و وقتی که این کارا رو انجام داد مابقی مبلغ رو دریافت میکنه. بنابراین این مسئله رو باید با پیش پرداخت تفکیک قائل بشیم و با هم دیگه خلط نشه. روش اجرایی کارم همونطور که توضیح دادم اینه که ابتدا خریدار مبلغ رو پرداخت میکنه، بعد فروشنده کالا رو ارائه میده یا خدمات رو ارائه میده و به این طریق صورت میگیره. و همونطور که میدونین خریدار ممکنه که مثل روش قبلی از طریق چک یا حواله بانکی مبلغ رو به خریدار ارائه بده. برخلاف روش پرداخت بعدی، در روش پرداخت قبلی خطرات برای خریدار وجود داره، چرا که ممکنه خریدار مبلغ کالا رو ارائه بده اما خب فروشنده کالا رو تهیه نکنه یا اینکه خدمات رو ارائه نده بر از اون و باز خریدار درگیر پروسیجر رسیدگی های قضایی و داوری و مسائلی از دست بشه. به دلیل خطراتی که این روش برای خریدار داره، خیلی کم مورد استفاده قرار میگیره، اما و گاهی در مواردی استفاده میشه که اول اینکه حجم خرید کم باشه. با عنوان مثال اگه شما یک شرکت معتبر میخواین یک جنسی رو خریداری بکنین که مبلغ چندان بالایی نداره، مثلا در حد خیلی کمیه که ارزش از این نداره که خب شرکتی که ارائه کننده خدمات یا ارائه دهنده کالا هست اعتبار خود زیر سوال ببره و او کالا رو ارسال نکنه. بنابراین در مواردی که حجم خرید کم هست مورد استفاده قرار میگیره، یا در مواردی که فروشنده قدرت انحصاری و یا نیمه انحصاری در ارائه خدمات داشته باشه. با عنوان مثال تنها شرکتیه که یک کالای خاص رو تهیه میکنه، تولید میکنه و خریدار چاره جز این که بخواد از اون شرکت خریداری کنه نداره. بنابراین خب شرایطی رو که فروشنده داره قبول میکنه و کالا رو خریداری میکنه.
و یا زمانی که خریدار به نوعی ناشناخته باشه و اولین خرید خود رو انجام بده. بعضی از شرکت های نوپا هستند که خب هنوز در سطح بین المللی شناخته شده نیم. بنابراین شرکت ها زیاد اعتماد نمی کنن که با اینها وارد روابط تجاری بشن. بنابراین شرکت مجبوره که از این روش ها استفاده بکنه تا اعتماد جانب مقابل رو جلب بکنه. همونطور که قبلا گفتیم این روش خب میتونه خطرات خود داشته باشه، اینکه پول و مبلغ قرارداد رو ارائه بدیم اما در مقابل یک کالای معیوب یا ناقص رو دریافت بکنیم و یا اینکه اصلا کالا دریافت نشه. بنابراین این روش هم زیاد در تجارت بین الملل مورد قبول واقع نمیشه. روش دیگه روش وصولی یا برات اسنادیه. در دو روش قبلی همونطور که دیدیم، در روش اول برای فروشنده و در روش دوم برای خریدار، خطراتی رو وجود داشت و باید هر یک از اونها ریسک میکردن و با طرف مقابل وارد معامله میشدن. اما در روش وصولی یا برات اسنادی، بانک ها نقش واسطه رو بین خریدار و فروشنده ایفا میکنن تا اینکه بتونن خطرات عدم پرداخت و عدم ارسال کالا رو کاهش بدن. بخوام یک توضیح در ارتباط با روش وصولی بدم اینه که در ابتدا فروشنده و خریدار خب قرارداد فروش کالا رو منعقد میکنن و در اون روش وصولی رو به عنوان روش پرداخت چیز میکنن، انتخاب میکنن. در مرحله بعد فروشنده کالا رو تهیه میکنه و یا خدماتی که هست رو ارائه میده و اون رو به خریدار ارسال میکنه. همزمان در اینجا فروشنده در حقیقت به بانکی مراجعه میکنه که از طرف هر دو طرف مورد قبول واقع شده و مورد توافق بوده که این بانک به عنوان بانک فروشنده باشه و اسناد هم و دستور وصول مبلغ قرارداد رو به اون بانک ارائه میکنه که این بانک رو به نام بانک فروشنده میگن. در مقابل بانک فروشنده اسناد هم و دستور وصول رو به بانک خریدار، یعنی بانکی که در کشور مطبوع شخص خریدار هست، ارسال میکنه. زمانی که دستور وصول و اسناد هم به بانک خریدار ارسال شد، بانک خریدار این مسئله رو به خریدار ابلاغ میکنه، اسناد رو در اختیار از او قرار میده. دستور وصول ممکنه دو چیز باشه، یکی ممکنه یک برات به رویت باشه و یا برات مدت دار باشه. در این زمان بعد از اینکه این اسناد و در حقیقت دستور وصول به خریدار ابلاغ شد و داده شد، خریدار میاد مبلغ قرارداد رو اگر که برات به رویت باشه در همون زمان و اگر برات مدت دار باشه بعد از مدتی در اختیار بانک در حقیقت خریدار قرار میده. بانک خریدار هم مبلغ یا برات قبولی رو به بانک فروشنده ارائه میکنه که در این زمان خب هم کالا ارسال شده به خریدار و همین که مبلغ از طرف خریدار به فروشنده ارائه شده. ببینید یک توضیح خلاصه میدم. فروشنده کالا و خدمات رو ارائه میده، در مقابل میاد به بانک فروشنده اسناد هم و دستور وصول رو ارائه میکنه، بانک فروشنده اسناد هم و دستور وصول که ممکنه یک برات به رویت باشه یا برات مدت دار باشه رو به بانک خریدار ارائه میکنه، بانک خریدار این اسناد رو به خریدار میده و خریدار مبلغ قرارداد رو به بانک خودخو ارائه میده و بانک خریدار این مبلغ رو به بانک فروشنده ارائه میده. امیدوارم که گیج نشده باشه.
گفتیم که برات هم ممکنه به رویت باشه. اگه به رویت باشه، خب مبلغ قرارداد رو نقدن باید خریدار ارائه بده، اما اگر برات مدت دار باشه لازمه که یک تضمین بانکی ارائه بشه که بعد از مدتی که در برات مشخص شده خریدار مبلغ رو به بانک خریدار ارائه میده. بنابراین همینطور که دیدیم در اینجا فروشنده، خریدار، بانک فروشنده و بانک خریدار در معامله ای که در حقیقت در روش پرداخت چیز بود، دخیل بوده. و بانک خریدار و فروشنده به نوعی بین خریدار و فروشنده واسطه بودن تا بتونن مبلغ قرارداد رو دریافت بکنن. البته خب باز هم این روش میتونه مخاطرات خاص خود داشته باشه. ممکنه که فروشنده کالا رو ارائه بده اما خریدار از دریافت کالا امتناع بکنه که فروشنده مکلف کالا رو دوباره مرجوع بکنه یا به یک فرد دیگه بفروشه. بنابراین این روش هم میتونیم بگیم مخاطرات خاص خود داره. البته روش وصولی رو میگم برای خرید کالا مناسبه و برای خرید خدمات مناسب نیست. امتیازاتی که این روش برای خریدار داره اینه که خریدار بعد از اینکه اسناد رو مشاهده کرد و اطمینان حاصل کرد که با شرایط قرارداد منطبق هست، بعد از اون میتونه نسبت به پرداخت وجه اقدام بکنه و بنابراین یک در ارتباط با ارسال کالا که به شکل معیوب بود یا کالای تلف شده، این خطرات دیگه برای فروشنده وجود نداره. در ارتباط با نقش بانک ها در روش وصولی میتونیم بگیم که اونها به عنوان یک واسطه بین خریدار و فروشنده هن، اما در تضمین پرداخت بهای کالا دخالتی ندارن. مقررات حاکم بر روابط فروشنده، خریدار و بانک ها به چه شکله؟ روابط بین فروشنده و خریدار تابع قراردادی که بین طرفین منعقد شده، اما روابط بین فروشنده و بانک فروشنده تابع مقررات کشور مطبوع بانک فروشنده است و روابط بین بانک فروشنده و بانک خریدار تابع قرارداد فیما بین اونهای. بنابراین میتونیم بگیم که در هر روابط هر یک از اینها متفاوته. گفتیم که روابط بین فروشنده و خریدار تابع قرارداد بین اونها بود، روابط بین فروشنده و بانک فروشنده تابع مقررات کشور مطبوع فروشنده بود و باز روابطی که بین بانک فروشنده و بانک خریدار هست تابع قراردادیه که فی ما بین این بانک ها وجود داره. همونطور که میبینین در با توجه به روابط پیچیده که بین از اینا وجود داره، مستلزم این هست که مقررات واحدی بر روابط اونها حاکم باشه. به دلیل عدم وجود مقررات متحدالشکل در کشورها و عدم وجود یک کنوانسیون جامع در این مورد، اتاق بازرگانی بین المللی آمد با مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سال 1956 یک سری مقررات متحدالشکلی را بر این روش به وجود آورد و اونها را منتشر کرد. البته همونطور که میدونین این مقررات چون که در قالب کنوانسیون نیست، در حقیقت همه گیر نشده و مورد پذیرش همه واقع نشده و اما توسط اکثریت بانک‌های عمده جهان این روش‌هایی که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی نشده مورد استفاده قرار می‌گیره. جلسه امروز در همینجا خاتمه میدیم. امیدوارم که در حقیقت مفید بوده باشه و گیج نشده باشین. یکم بحث پیچیده‌ای بود در ارتباط با در حقیقت روش اسنادی برات اسنادی. میتونین مطالعه بکنین این مضمون رو و اگه این موضوع رو و اگه مشکلی بود انشالله به خدمت هستیم.